من دیگه طاقت ندارم، میخوام همه چی رو بگم. تا کی میخواد به این کاری بکنی؟ پس کی میخواد بگی؟ بابا همینطور صبر کن تا زندگیمون به گند بکشن. چی شده؟ پریه خانم، من و مادرت یه سالی هست که با هم حرف زدیم. مادرت نذاش به کسی بگیم چون میخواست نظر تو هم بدونه. خب بگین. چیکار کنم؟ میگی یا خودم بهش بگم؟ من و مادرت قصد ازدواج داریم. برای هر دومونم جدیه، هم واس من هم واس مامانت. ازدواج؟ چرا نگفتی؟ نمیدونستم چه واکنشی نشون میدی. برای همین انقدر طول کشید. فکر میکردی چه واکنشی ممکنه نشون بدم؟ نمیدونم. این زندگی توه، هر چیزی که تو رو خوشحال کنه من بهش راضیم. پس تو خیال میکنم تازه برگشتم، هیچ کدوم این اتفاقام نیفتاد. مگه میشه؟ کیوان چی؟ دیگه از تو که برا مهمتر نیست. علی رضا، یه چیزی ازت بپرسم راستش رو میگی؟ مگه تا حالا از من دروغم شنیدی؟ تو از زندگیت راضی هستی؟
آره خیلی. چی کم دارم؟ شغل خوب، احترام، خانواده خوب، خونه، ماشین. نه منظورم ازدواجته. من آه اون که به شدت نه، ولی راضیم. خب چرا من؟ چرا یکی دیگه نه؟ چرا یکی دیگه رو انتخاب نکردی؟ به سوز پدر عاشقی. جدی دارم میگم. ببین علیرضا، فکر کن من همین آدمی هم که الان هستم، ولی فقط شرایطم فرق میکنه. مثلا نمیدونم سنمون به هم نمیخوره یا مثلا مطلقم. بازم منو انتخاب میکردی؟ شک نکن، برای من فرقی نمیکرد. من خودت انتخاب کرده بودم، نه شرایط تو. پس ما چی داریم به کیوان میگی؟ همه همون میدونی پریا دختر خوبیه، فقط شرایطش به کیوان نمیخوره. خب به نظر من اون فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ اگه من و تو جای پریا و کیوان بودیم قبول میکردیم فرق میکنه؟ کیوان ازم پرسید اگه علیرضا شرایطش خوب نبود به خاطر خودش و شخصیتش باش ازدواج نمیکردی؟ تو چی گفتی؟ ناراحت نشی علیرضا، ولی شک کردم. به چی؟ به انتخابم. اینکه تو رو 100% به خاطر خودت انتخاب کردم یا شغلت، موقعیت اجتماعیت، خانوادت، سنت، اینکه من اولین آدم زندگیت بودم یا حتی خونه و ماشین داشتنت هم برای من مهم بود. ببین گلی جان، من نمیتونم خودم و خودتو تو شرایطی تصور کنم که هرگز توش نبودیم باید بگم که اون موقع چی کار میکردم. تو اگه شرایط چیز دیگه ای بود، خب این آدمی که الان هستی نبودی طبیعتا، یه آدم دیگه ای بودی با روحیات و خلق و خوی دیگه. پس این سوالت به نظر من بی‌معنیه. کاش که همه اراده تو رو داشتم. ببینم هنوز درد داری؟ همه بدنم بیز چی به هم زدم. نگران نباش، لازم بوده. قراره ترک کنی، قرار نیست که خودکشی کنی. یا پاک میشم یا میمیرم. میخوای به بابات خبر بدم؟ بابا ولش همانتی آوردی؟ آره یه بگیرش. حیف اون خونه نیست که سوت کور افتاده و گرد خاک داره نابودش میکنه. کلید رو بهش دادی؟ نه هنوز پیداش نکردم. هرچی تماس میگیرم جواب نمیده. فردا میرم محل کارش. رستگار باش حرف بزن. آخه چی بهش بگم؟ او گفت غلط کردم. او گفت به خدا آدم میشم. نظر زندگی نستم بپاشی. باشه. خدمتشون بفرم. تموم شد؟ بله کامل. من میتونم برم؟ نه آفرین، خوشم اومد. هنوز قضیه خواستگاری اینجور حرفا سیگاره؟ یه چیزی تو همین مایه را دارم. بله من کی باشم که بخوام جلو بدبخ شدن شما رو بگیرم. شما بدو بدو بر خودت بدبخ. باشه ممنون. دلن خدا حافظ. بعد زود خدا بیام. سلام چطوری؟ سلام خوبی؟ این به خاطر رفتار با اون واقعا نظر بخواه. نه مهم نیست. چرا مهمه؟ اصلا من یه جورایی بهش حق میدم. نه چه حقی میدی؟ به چه حقی بلند شدم من اینجا آوری ما رو بارم؟
ای رفتیم خونه دعوایی شده و میدیدی همه شون کپ کردن وقتی گفتم پریام منو میخواد. ده تو بی خود کردی همچین حرفی زدی؟ من کی گفتم تو رو میخوام؟ تو منو نمیخوای؟ نه ببین دیگه همه میدونن. ببخشید همه چی رو میدونن؟ ببین کی با من خیلی فکر کردم هرچی فکر میکنم میبینم شدنی نیست. چی شده مگه؟ یه دعوایی بود تموم شد رفت. نه فقط اون نیست. ببین وضعیت زندگی من، وضعیت تو الان، همین برنامه که بابای تو و مامان من دارن. خوب داشته باشن، برنامه اونو به ما چه ربطی داره؟ مگه ما باید برنامه اونو با اونا تنظیم کنیم؟ بابات باید حرفی نزده؟ در مورد چی؟ در مورد همین خودش و مامان من. که چی؟ هیچ. بایستو ببینم. بابای من، مامان تو، کیوان وایستا ببینم. گلی همین الان بلنشو بیا مغازه بابا. همین که گفتم بلنشو بیا. الو علیرضا کجایی؟ زود بیا دنبالم. سلام. بگی اینا برن بیرون. چی شده؟ بگیم برن بیرون، باید حرف بزنیم. خب حرف بزنیم، اینا برای چی برن بیرون؟ شما نگران منی؟ مشکل سن پریاست؟ مشکل مطلقه بودنشه؟ مشکل بچه دار بودنشه؟ شما نگران آینده منی؟ شما فقط فکر خودتی. بچه ها بریم بیرون. حالا مثل بچه آدم حرف بزن ببینم چه مرگته. راست میگه دیگه کیوان، بگو چی شده. میخواد با خاله نیره ازدواج کنه. آره بابا. والا خیلی وقت بیشتره یه حرفایی به هم زده بودی. یه حرفایی زده بودی؟ منتظر بودن نظر پریا رو بشنون که برن با هم دیگه عقد بکنن. شما میخوای زن بگیری کتکشو من باید بخورم. آره بابا من با اجازتون میرم بیرون. نه کجا میری علیرضا؟ چطور موقعی که قراره تو سر من بزنین همتون دور همی؟ ولی الان که چطوری تونستی این کارو با من بکنی؟ من چی کار به تو دارم پسر؟ گفتم که این مال خیلی وقت پیشه. چطوری شما تونستی جای مامان منو تو خونه با یکی دیگه پر بکنی؟ اینا هیچ ربطی به هم نداره. ربطی نداره؟ چطور وقتی صحبت پریا میشه همه چی رو به همه چی ربط میدی؟ اگه خالت گذاشته بود زودتر بهتون بگیم. حالا تو طلبکار من نبودی، اون دخترم این غلطکاریا نمی‌کرد. بابا چقدر وضعیتون جدیه؟ جدیه. یعنی شما به خاطر همین موضوع طالبا کیوان مخالفت میکردی؟ گلی من سن سالی ازم گذشته بابا، به خدا هرچی میگم به خاطر خودتونه. چرا خاله نایره؟ حالا میخواین چیکار کنی؟ من مادرتون رو دوست داشتم. اینا هیچ ربطی به هم نداره به خدا. زندگیم یهو خالی شد. به روی شما نمی آوردم. تنهایی بعضی وقتا دیوونم می کنه.
خیلی خوب صحبتتون تموم شد. این انتخاب شما داره من و آیندم و زندگی ما همه چیمون داره خراب میکنه. پریا به خاطر شما خاله داره میکشه کنار. شما اگه میخوای پدری کنی، میخوای خودتو به من ثابت کنی، الان وقتشه. بعدا هیچ به درد من نمیخوره. سلام آقا. سلام، بفرمایید، در خدمتم. خسته نباشید، با خانم عسکری کار داشتم. سلام خانم. سلام، میخوای شما بقیه کارا رو ببینی، من در خدمتتون هستم. باید باهاتون حرف بزنم. در مورد چی؟ در مورد شهرام. مسائل شهرام دیگه به من مربوط نیست. مربوطه خانم، مربوطه. الان موقعی نیست که شما جا بزنید خانم عسکری. شهرام داره ترک میکنه، اما این رایی که انتخاب کرده داره نابودش میکنه. فقط و فقط هم انگیزه شمایی. الان حالش خوبه؟ الان آره، اما اگر کمکش نکنی ممکنه خوب نباشه. یعنی اصلا ممکنه دیگه خوب نشه. گفت اینا رو بدم به شما. اینا رو برگردونیم به خودش. چرا؟ برای اینکه اگر بگیرم امیدوار میشه. خب این که خیلی خوبه. نه، من دارم کارهای طلاقمو میکنم. گفت بهتون بگم که غلط کرد. با خدا آدم میشم. داره هر کاری میکنی که زندگیتون از هم نپاشه. شما راجع به زندگی ما چه میدونین؟ من راجع به زندگی بقیه زندونی ها اینقدر دخالت نمی کنم، اما شهرام فرق میکنه. یعنی شما نمیخوای یک بار دیگه؟ نه، ببخشید خانم، چی بهش بگم؟ بگم شما چی گفتی؟ خدا کنه این ماجرا زودتر تموم بشه تا فک و فامیل آبروریزی را نیفته. واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. ببین یهو چجوری همیشه پیچید به هم. درست میشه انشالله. فقط من نمیفهمم آخه چرا خاله نگیرو پریا؟ برای اینکه هم بابام هم کیوان دنبال یه کسی میگردن که جای خالی مامانو براشون پر کنه. شاید زنهای دیگه هم باشن که بتونن جای مامانتو پر کنن. نمیشه، بعد یه کسی باشه که فکر کنن عاشقشن. فکر کنن؟ البته من خودم خیلی قبول ندارم، ولی آدم دلش میخواد فکر کنه آگاهانه. یه نفر میبینه میپسند و بهش دل میبنده. بعضی از روانشناسا میگن عشق توی لحظه فقط یه تصوره، توهمه. کسایی که میخوان ازدواج کنن ناخودآگاه دنبال یه کسی میگردن که بتونه امنیت روانی دوره کودکشون رو به یادشون بیاره. یعنی میگن همش کشکه؟ آدمو نباید عاشق بشن چون واقعی نیست؟ نه، کی میتونه بگه واقعیه یا واقعی نیست، خوبه یا بده، باید باشه یا نباشه. فقط میگن شاید اونجوری که ما فکر میکنیم نباشه. میگن مهم نیست چه جوری حالت خوب بشه، میخواد آگاهانه باشه، میخواد ناآگاهانه باشه، مهم اینه که حالت خوب باشه، احساس دلبستگی بکنی، حس خوشبختی بکنی با اونی که کنارته. حالا چی و چه جوریش اهمیتی نداره. آره منم همینو میگم، بحث موندگاری این حال خوبه. عشقی که پاش فقط توی یه لحظه دوره نوزادی بنده، به یه لحظه میتونه از بین بره. واسه همینه که میگن کسایی که بعد از ازدواج کم کم عاشق هم میشن زندگی موندگارتری دارن نسبت به کسایی که یهویی یه عشق آتشی دارن و بعدش ازدواج میکنن. چرا میخندی؟ ما کدوماش بودیم؟
اول ازدواج بعد عاشق یا اول عاشق بعد ازدواج؟ کیوا کجا داری میری خاله؟ خاله چطوری تونستی این کارو بکنی؟ یک لحظه به خواهر خدا بیامرزت فکر کردی؟ من چی؟ منو بگو فکر میکردم دلت برای ما سوخته که این کارو رو میکنی. همه اون رسیدنها، غذا درست کردنها، سرزدنها، مراقبتها همش به خاطر این بود؟ کیوا به خدا داری اشتباه میکنی. بیا بریم بالا بشینیم بابا و طرفامونو بزنیم. حرف بزنیم؟ چه حرفی بزنیم؟ الان مگه حرفی هم مونده که بزنیم؟ من حرفامو بالا زدم، تصمیم منم گرفتم. شما با این کاری که کردی هم زندگی منو خراب کردی، هم پریا رو. کیوان به خودم چی؟ به خدا چی؟ گوش کن خاله، شما قبلا یک بار دیگه این بلا رو سر پریا آوردی. دیگه این کارو نکن. چی تمومش کنی؟ یه سر پدر من در اومده. اگه گذاشته بودی بهشون بگین. من چه میدونستم اینجوری میشه؟ به خدا اینا همش عشقای زود گذره. اینا بچن، داغن. یکی دو ماه که گذشت سرد میشن. اون وقت دیگه من اون دنیا جواب خواهرمو چی بدم؟ مگه قراره چیکار کنی؟ اگه منیر خواهر تو بوده، زن منم بوده. منم دلم نمیخواد اون دنیا جلومو بگیره. چند روز قبل از اینکه برگشت به من گفت جون تو و جون کیوان سپردمش دست تو. حالا بیا ببین کیوان چی به من میگه. میگه همه این کارات بهونه بوده که من نمیفهمم. تو الان به فکر خواهرت افتادی؟ تو این چند ماه فرق میکرد. الان کیوان و پریا، تو دلت میاد با بچت این کارو بکنی؟ تو هم که داری همون حرفای کیوانو میزنی. تو هم فکر میکنی من به خاطر خودمون دارم با این بستت مخالفت میکنم؟ پس به خاطر چیه؟ پریا به درد کیوان نمیخوره. نه. مشکلش چیه؟ مشکلی که نداره. خیلی هم خانومه. خیلی هم دختر با محبت و خوبیه. دیدی که من همیشه پشت سرش تعریفش کردم. پس چی؟ ببینم، مگه تو نمیگی که منیر کیوان دست تو سپرده؟ اصلا تو جای من، اگه کیوان پسر تو بود، حاضر بودی یه زن مطلقه با دو تا بچه که چی؟ نبگو، خجالت نکش. اقلن به احترام من اینجوری در موردش حرف نمیزنی. نهیره، میدونی اگه جای تو بودم چی کار میکردم؟ اینقدر خودخواهی نمیکردم که به خاطر دل خودم جلو بچم وایسم، بعد از این توجیه ها سرهم کنم واسه کارم.
مگه اگه کیوان یه بلای سر خودش بیاره دیگه این توجیه ها بهش دردی نمیخوره؟ چه بلایی آخه؟ ببین اصلا فرض کنیم که اینا هیچ کدومشون کوتاه نیان، به لحاظ شرعی و قانونی هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. چی؟ همین که کیوان و فریا با هم ازدواج کنن، بابا تو خاله نگیره با هم. چی داری میگی علیرضا؟ مگه مشکل ما شرع و قانونه؟ فکر نمی‌کنی یه حس بدیه؟ خجالت نداره جلو فک و فامیل و در و همسایه؟ ببین گلی جان، این باید و نباید ها رو ما خودمون تو ذهنمون داریم درست می‌کنیم. وگرنه من مورد اینجوری هم داشتم، یعنی ازدواجای همین شکلی. هیچ مشکلی هم با هم دیگه نداشتن. اگه مشکلی با هم نداشتن، الان اینا برای چی اومدن پیش تو؟ مامان، آقا جون و خاله نگیره می‌خوام با هم ازدواج کنم. نه قربونت برم من. منو بابا داریم با هم شوخی می‌کنی. ببینم قضیه تو جدیه دیگه، یه سر سوزنم شک نداری؟ جدیه؟ یعنی چی که جدیه؟ معلومه که جدیه. بابا چی؟ بابا تو چی کار میکنی؟ نه حل میشه. فقط جسارتا چقدر طول میگشه حل شه؟ چطور؟ همین که دیدم با مواد لازم برای چتر بازی اومدی برای سوال. آها، از اون نظره که بخوای بدونی که اومدم بمونم فعلا. آقا آدمت رو چشم افتخاریه برای ما. این دیوون است به خدا. ببینم این اصلا به خرج و مخارجش فکر کرده؟ این پول دستگل خواستگاری رو نداره بده، چه برسه به؟ ولی ظاهرا دختره وضعش خوبه. نهیده هنوی چی نشده یه ماشینی برای کیوان خریده و این وقتو زیر پاشو. خوبه خوبه، این یه مزیت رو داره. فکر کنم این دفعه رفیق اون زده به چیه شما بازنید دو تا دختر نشیزید نیم پش پش بکنید؟ چیزی نگفت. وقتش زنگ بزنم یه نفر بیاد قیمت کنه همه رو با هم برداره ببره. کهنه شدن دیگه. اگه بخوای یه کارایی بکنی باید بریم چیزای نو بخریم. چه کاری؟ زنگ زدم لاهی جان به آقا اسماعیل، گفتم برات وکالت میفرستم یه تیکه از زمینای باباتو بفروشه. این آینه رو یادته چقدر دنبالش گشتیم واسه سفره عقدت؟ سلام خاله پریا هست؟ سلام. آره بیا تو. نه همینجا خوبه. پریا بیا پایین که ایوان دم در کارت داره. Thank you.
سلام کیوان. سلام علی. پریا، من اومدم بگم که من سر حرفم هستم. هر تعهدی که بخوای، هر اتفاقی که برام بیفته، هر بلایی که سرم بیاد، من سر حرفم هستم. تو هم نمیخواد جلوی مامانت کوتاه بیای. مامانم نیازی به کوتاه اومدن نداره. نمیفهمم کیوان، ما داریم چی کار میکنیم؟ نمیدونم، اصلا گیج شدم. پریا، فکر کن تو دختر خالم نبودی. فکر کن هیچ کدوم این ماجرا اتفاق نیفتاده بود. بازم تهدید میکردی؟ آقا، عسکری مدام سراغ شما رو میگیره، میاد ببینیدش؟ سلام آقا شهرام. سلام. جالبه، آدم ها به جایی که قدر لحظات زندگیشون رو بدونن، با یاد لحظاتشون زندگی میکنن. چی شد، رفتی؟ آره، با هایی صحبت کردم. چی گفت؟ فایده ای نداره، دوباره کلی شرطش رو گذاشته. چه شرطی؟ هرچی باشه قبول میکنه. نمیدونم چی میگه، باورش نمیشه که تو بتونی واقعا ترک بکنی. ترک میکنه؟ به خدا ترک میکنه. آرسته با میگه تا ترک نکرده باشه، یعنی کامل پاک نشده باشه، حاضر نیستم برگردم. یعنی اگه ترک کنم حاضر برگرده؟ آره، گفت فقط اگر کامل پاک شده باشه. این که خیلی خوبه، خدا رو شکر. یه ناراحتی نداره که، خدا رو شکر. بارستگاه خدا خیلی من دوست داری که همچین زنی بهم بده.
هیچ وقت قلبشو ندونستی. کدوم زنی حاضر میشه با این همه مصیبت پای شوهرش بایسته؟ ممنونتم برادری کردی. خوش اومدید. آقا خیلی کار خوبی کردیم اومدید. بفهم. سلام حسین آقا. سلام علیکم. تبریک میگم. خوش اومدید. بفهم. سلام آقا. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. احوال شما خیلی خوب هست. به خوشی شاد باشید. مبارک باشه. سلامت زنده باشید.
درته همیخه دل من، تو دیدی که مردم چه کردم، تو پیش خرورم نشستی، تو زخمای قلبم رو بستی، تو زخمای قلبم رو بستی. شکل رفتن این روزگار منو تو گریه تنها نذار، منو از آدمو پس بگیر، منو دست خودم نسپر، منو دست خودم نسپر. چون سایشی مهربون نبود با حجوم این درد، زندگی منو از عشق من با هر جدا کرد. من هنوز همون درد دیروزم، آدم همیشه، هیشکی مثل من عاشقت نبود، عاشقت نمیشه. چه میدونی دنیا چه رسم تلخی داره، از هر چی که میترسی اونو سرت میاره. صدا زدم دنیا، نفس کشیدم تو باد، هوای تو اینجا بود، منو نجاتم نمیگی.